بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه 25 مارس 6 فروردین خواستار آتش‌بس فوری میان اسرائیل و گروه حماس در ماه مبارک رمضان و آزادی سریع و بدون قید و شرط همه گروگان‌ها شد. این قطعنامه که پیشنویس آن را 10 کشور عضو شورای امنیت پیشنهاد داده بودند، نخستین قطعنامه آتش‌بس از آغاز جنگ حاضر در باریکه غزه است که به تصویب رسیده است. آمریکا به این قطعنامه که توسط 10 عضو غیر دائمی شورای امنیت تنظیم و توسط موزامبیک ارائه شده بود و رأی مثبت 14 عضو این شورا را به دست آورد، رأی ممتنع داد. آنتونی گوترش در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: این قطعنامه باید اجرا شود و عدم اجرای آن نابخشودنی خواهد بود. یک مقام سازمان جهانی بهداشت گفته است که 50% از جمعیت افغانستان با ناراحتی‌های روانی دست و پنجه نرم می‌کنند و این مورد بر بهره‌وری و کیفیت زندگی تأثیر می‌گذارد. مدیر منطقه سازمان جهانی بهداشت برای شرق مدیترانه گفته که اضطراب‌های روانی در میان 50% جمعیت افغانستان نگران کننده است. وی تصریح کرده است که این امر افراد را در برابر اختلالات سلامت روان و مصرف مواد آسیب پذیر می کند. این در حالی است که سازمان ملل در مهر ماه سال گذشته در گزارش اعلام کرده بود که میزان اضطراب، انزوا و افسردگی در میان زنان افغان به طور قابل توجهی افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا اعلام کرده که برای ادامه فعالیت‌هایش در افغانستان تا 6 ماه آینده به 657 میلیون دلار نیاز فوری دارد. برنامه جهانی غذا گفته که بحران امنیت غذایی افغانستان همچنان ادامه دارد و تقریباً 40% جمعیت افغانستان در 3 ماهه اول سال 2024 با ناامنی غذایی حاد روبرو خواهند شد. این نهاد افزود که از سال 2021 تا کنون زنان و دختران در افغانستان بیشتر آسیب دیدند و محدودیت هایی که طالبان علیه دختران و زنان وضع کرده دسترسی آنها را به خدمات ضروری با مشکل مواجه کرده است. برنامه جهانی غذا هشدار داده که در سال جاری میلادی بحران انسانی در افغانستان پیچیده تر شده و نیازهای حیاتی از جمله غذا نیاز اصلی مردم این کشور را بیشتر کرده است.